با درود بر شما هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاویر اجرا میکنم. امروز روز دوشنبه است و در واقع پنجم از ماه اکتبر. در روزهای دوشنبه به مدت یک ساعت و 20 دقیقه خدمت شما بزرگواران هستیم. ببینیم امروز چه خواهیم گفت. اجازه فرمایید یک غزل از حافظ بخوانیم در خدمت شما. از شاهکار هاست، حالا منهای آخرین مصرع، دلش هم میگم خدمت. بالا بلند اشوگر نقش باز من کوتاه کرد قصه زهد دراز من. دیدی دلا که آخر پیری و زهد و علم با من چه کرد دیده معشوق باز من. می ترسم از خرابی ایمان که می برد محراب ابروی تو حضور نماز من. حضور نماز یعنی چه؟ حضور نماز گفت که لا صلاة الا با حضور القلب، یعنی این که شما کاملا با تمرکز بسیار، با حضور قلب، در واقع همه وجودت اونجا متمرکز باشد در عرض کنم خدا، وگرنه نمازی نیست. یک داستان زیبایی هست از ابو حامد امام محمد غزالی طوسی به برادر شیخ احمد. احمد صوفی بزرگی بود، مرد آزادی بود. این امام محمد آدم بسیار دوگمه و بسیار بسیار فاضلی بوده است. گرچه ابن رشد در حق او میگوید که این مرد شرور جاهلی است که شرارتش به جهالتش میچربه. حالا بگوانند این داستان باری، این رو برادر بودن. این یکی دین یعنی رئیس دانشگاه نظامی بغداد شد اونجا و از اون آدمایی که خیلی دیگه دینی بود، به بچه که تحریم فلسفه کرد و اینا. یک روزی به برادرش میگوید که تو هیچ موقع به ما اقتدا نکردی در نماز، یعنی پشت سر ما نایستادی. میگوید که چرا برادر، اشکالی نداره همین امروز. حالا اینا داستانه، ممکنم آدم صاحب بصیرتی بشه و در شناخت یک شخصی و حرکات و سکناتش از حرکات سکنات تشخیص بده که این چه فکری میکنه. باری او ایستاد و عرض شود که نماز شروع شد و در میان نماز این برادر کوچکتر شیخ احمد که مرد بزرگی بود و استاد عین القضات همدانی هم بوده، نامه‌هایی هم که نوشته به پارسی نوشته و پیداست این ذوق ایرانیتش سرشار بوده و دلش در گرو مهر این وطن بوده. شیخ احمد رو میگم، نه برادر. در میانه نماز این برادر کوچکتر شیخ احمد ترک کرد مسجد رو. بعد که از تمام شد گفت که آقا این چی شد شما که نماز کردید؟ گفت آقا نمازی که وسطش دوبار بری قاطر آب بدی یا خرت آب بدی، یا اسبش بوده، دوبار نماز رو ترک کنی بری آب خر آب بدی، که حالا خر نیست اسبه، که نماز نشد. گفت به خدا درست گفتی، دوبار فکر کردم که برم این اسب تشنه است اینا. خب این بدون حضور قلب نماز اجرا، منظورم این لغت حافظ هست یعنی تمرکز بسیار. بله، حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، در همین راستاست. بله، خودت رو در محضر خدا کاملا حس کنی، فکرت به جای دیگه نباشه. خب میگوید که می ترسم از خرابی ایمان که می برد محراب ابروی تو حضور نماز من. گفتم به دلق زرق بپوشم نشان عشق، غماز بود اشک و عیان کرد راز من. مست است یار و یاد حریفان نمی کند،
ذکرش به خیر ساقی مسکین نواز من. یارب کی آن صبا بوزد کز نسیم او گردد شمامه کرمش کار ساز من. اینجا معلوم استاد قزوینی آورده است یارب کی آن صبا بوزد کز نسیم آن، همون نسیم او درسته، زیر نویسم آورده ایشون. نقشی بر آب میزنم از گریه حالیا، تا کی شود قرین حقیقت مجاز من. بر خود چو شمع خنده زنان گریه میکنم، تا با تو سنگ دل چه کند سوز و ساز من. زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود، هم مستی شبانه و راز و نیاز من. حافظ گریه سوخت، بگو حالش ای صبا، با شاه دوست پرور دشمن گداز من. ببینید پایگاه سخن آسمان ها بود، این آخر دیگه با شاه دوست پرور دشمن گداز منش یه خورده اصلا در نمی سنجید با بقیه غزل، چاره نبوده. به هر حال حافظ رو باز کردم، دیدم یک غزلی است در متن، حالا هر جا که هست، دیدم که این بزرگان ما زمانی که عواطف خود و اندیشه های اصیل خودشون به حرکت در می آمد کارهای بزرگ می کردن. اما وقتی خود رو موظف میدید که مثلا این غزل رو در متن فلان کس بگی و اینها، اون پرواز دیده نمیشد. یا اینکه یه جای غزل یه چیزی عرض کنم که کوتاه میآمد. البته حافظ یک استثناست، کاراش یکی از یکی بهتر و شاهکار. خب بگذاریم. عرض میکردم میومدم اینجا عرض کنم خدمت شما که میومدم داشتم فکر میکردم که این ایران ما همه چیز زیباست، کوهاش زیباست، سهاریش بسیار زیباست، این دریای شمال، اون نمیدونم آذربایجان، تا برید به اون سو در خراسان، و مکان تاریخی است که در گذر روزگار چه کردن این اجداد ما در پای گذاری تمدن ها و بروز و ظهور شخصیت های بزرگ و تأثیر این فرهنگ بر فرهنگ جهان. همه اینها زشتی ها اما همش از زور آمده، اون چه خرابی بر کشور ما رفته از زور بوده. اگر ما امروز درمانده هستیم و در جهان داره مقامی نیستیم و واقعا در این عرصه شطرنج گیتی هیچ مهری به حساب نمیاییم، مگر اینکه شری بیانگیزیم و بعد بگیم آقا این کار نکنیم پولم بگیر و اینها، همش زوره. آقا در طبیعت زوره، بر اثر زور هست هر کاستی که در کشور ماست. و نبود قانون، چون وقتی قانون نیست عدالت هم نیست، امکان نداره. اون کتاب امروز گذشته زور بوده. من متاسرم واقعا وقتی میبینم که مثلا بعضی هموطنان ما میشینن مقایسه میکنن آقا این استبداد بهتر است یا اون استبداد، اون یکی بهتر بود یا این بهتر است. این خیلی توهین به ماست. هموطن کجای کاری؟ به آینده بایست نگریست و کاری برای در واقع آزادی بایست کرد. ننشستی اونجا، نشستی برای خودت میگی که اون خوب بود این بده، اون بهتر بود، یادش بخیر این فرا. هم اون زور بوده هم این زور. خوب مثل این که در واقع ما زایده شدیم برای تحمل زور و عجب تحملی داریم. خیلی تحمل ما عجیبه. زور
و این زور و استبداد که خدمتتون اصلا مایه سخن ما بوده، اثراتش و تبعاتش این پاک شدنی نیست، یعنی جزء فرهنگ میشه، جزء فرهنگ میشه. در فرهنگ ما بوده که مظلوم رو ستایش کنیم. ما اساساً مظلوم رو دوست داریم. ببخشید من دو سه بار نگاه کردم جستجوگر این چیش بگم، لیوان که نمیتونم بگم چون از این پلاستیکاست. ما مظلومیت رو ستایش میکنیم. این فقط نیست که حالا عرض کنم که شیعه حسین رو نمیدونم مظلومیت امام حسین رو برمیکشیم و از این حرفا و گریه و زاری میکنیم، نه، از قدیم هم عرض کنم که نشانه هاش بوده و موضوع تغییر کرده. اگه نه در روزگار قدیم ایران این سوک سیاووش این داستان خیلی مهمی بوده، زاری و گریه. و یکی از نقدهایی که اعراب میکردن بر ایرانیان این که اینا مردمانی هستن گریه کن گریه میکنن. حالا بعد دیگه اوضاع احوال دگرگون شد و حالا برای حسین گریه میکنیم و اینها مظلومیه. حتی ما فردوسی را هم مظلوم جلوه دادیم که بیشتر او رو دوست داشته باشیم. البته در حق او ستم شد، اما به هر صورت او را هم آوردیم در صحنه مظلومان که بله، جور محمود در حق فردوسی چنین بود و زحمات او نادیده. خلاصه یک حاله از مظلومیت هم به او دادیم، دیگه خیلی داستانش ایرانی شد. یعنی در واقع درست اونجای جا گرفت که بایستی در قلب ما باشد. کمتر کتابی هست در باب این حکیم که نوشته شده باشد و در اونجا به این ارتباط محمود اینها اشاره نشده. و خلاصه این که چهره مظلومی دارد فردوسی. اما گرفتاری عمده‌ای هم اینجا داریم که و خود این پذیرش ظلم، این رذیلت کسی که تحمل توسری میکنه، خب این که فضیلتی نداره که. گرفتاری اینجاست که ما از یک سو در واقع ستایش مظلوم یعنی نفی ظلم و نفی ظالم، غیر از این نیست. و عجب این که در بعض موارد ما خود ما هم ظالمیم. این خیلی بده واقعا، که البته جاهل میگوین ظالم است، آدم دانا که ستم نمی کنه که. این خیلی غریبه که صدا سر و صدا میاد چه خبر آقا، اینجا دارن آدم شکنجه میکنن، اینجا زندان جمهوری اسلامیه، این زندان امام خمینی، یعنی همین زندان اوین، این زندان امام خمینی، فریاد این آقا دارن شکنجهش میکنن، این مفسد و فی الارض چه، کی داره شکنجه میکنه؟ این علی اکبر ده خدا. آخه علی اکبر ده خدا که نمیره آدم شکنجه کنه که. یک لات بی سر و پای رو از پایین شهر پیدا میکنن، یا یه آدم متعصب احمق جاهلی رو نمیدونم از جایی، حالا از هر جو اسم ببرم، بالاخره ساکنان هموطنان ما اصلا ممکنشون بر بخوره، از یه گوشی از ایران میآورن. خب جاهله، بعد خدا نکنه دست جاهل بهانه بدی، بگی که تو اهل دینی، آقا تو دینداری، تو شیعه اثناعشری هستی، بیا اسلحه رو بگیر، 100 هزار تومن هم بگیر، بیا ما 25 کیلو هم برنج ببر، تو باید کفار رو بکشی، باید بهانه میدی دست جاهل. عقل که نداشت، مغز که نداشت، عواطف درستی هم که نمیتوانست چیز کنه، سیمپاتی و ایمپاتی و این چیزا که تو فرهنگ ماست و در فطرت انسانی باید باشه هم که نداشت. حالا بهانه دیدم دوید، خب البته میره آدم میکشه، شکنجه هم میکنه، چون هم نادانه، هم تعصبش اضافه شده، هم یه پولی داره بهش میدی. در جریان همین هر سبت که انقلاب اسلام کذا و کذا،
آدمای دانا که نمی اومدن برن قاطی بقیه برن غارت. در کشته ها شرکت نمی کردن. حضرت علی علیه السلام پیغام می داد به سعد بن ابی وقاص، یکی از آدم حسابی های این گروه سعد بوده، همین سعد بن ابی وقاص فاتح ایران. فردوسی هم اون رو ستایش می کنه. گفت هنرهای مردان نشاید نهفت. صرف این که ما به کسی بد هستیم هنرهاش نمی تونیم ندیده بگیریم، یا اگر فضیلتی داره ما نمیتوانیم نفی بکنیم، اشتباه هست. حکیم میفرماید چو از دور خاقان چین بنگرید، خروش سواران ایران شنید، پسند آمدش گفت اینت سپاه. بعد که مثل دومش من فراموش کردم، سواران جنگاور کینه خواهی هم چیزیست. بعد میگه سپهدار پیران دگرگونه گفت. پیران به من گفت، ایرانی آدم های بیارزه ای هم. سپهدار پیران دگرگونه گفت هنرهای مردان نشاید نهفت. گفت اگه مرد هنر داره و فضیلت داره باید گفت، نه که به خاطر دشمنی خصومت نفش کنید. حالا بگذاریم از این داستان. سر داستان مظلومیت بود دا حرف ما. این است که ظالم یعنی جاهل ظالمه. شما از آدم جاهل انتظار فضیلت نباید داشته باشید خیلی، به خصوص که تعصب دین هم بهش چیز کرده بودی. باری این سعد هم فراموش نکنم، علی آدم میفرسته پیش سعد که آقا بیا کمک ما بریم دیگه به جنگ و اینها. میگوید تو یک شمشیر برای من بفرست، آدم خوب و بد رو تشخیص بده، من میام خدمت. یعنی که تو خودت که عقل تشخیص خوب و بد نداری، معنیش اینه. یعنی تو که خودت عقل نداری، از دم داری میکشی مردم رو، یه شمشیری بفرست برای من، یه کار غیر ممکن بهش گفته دیگه. خوب و بد تشخیص بده تا من بیام کمک تو. توجه میکنید؟ باری اونا نمی آمدن، خیلی از این همین آدم های اون قبیل جزیره، جزیره العرب، اینا تمایلی به غارت و دزدی نداشتن، دوست داشتن تجارت کنن. اما اسلامی قربونشون برم که هر سبت که از ابتدا انرژی و نیروش رو و دستمای حرکتش رو از دزدی گرفته، سرقت. نه آقا این حرفا چیست میزنید؟ آقا این مشیری هم از اون کفار ها. پدر جان گفت این دیگه، گفت آفتاب آمد دلیل آفتاب، هرچه مال برداری نمیتونی، در قرآن هست، خدا هم شریکه. میگه یه پنجمش مال من، خدا آدم میفرسته دوزی هم چیزای دیگه، آدم های دیگه شریک هم میشه، خدا هم دوز اعلام هست. باری ظلم هم میکنیم متاسفانه، و این بسیار بسیار بده که مظلوم الان مردم ایران مردم مظلومی هستن. آقا همه سرتاسر این مملکت نه تنها مردمش مظلومن، خاکش هم مظلومه، رودخانه هاش هم مظلومن، کوهاش و دریاچه هاش و تالاباش هم مظلومن، چون ظلم بر همه رفته. حالا زشتی کار این است که ما مظلوم هم ظلم هم میکنیم. هر جای تهران نگاه میکنی سگ دست پا شکسته و گربه دست پا شکسته و شکم دریده و اینا رو کی میکنه؟ ما مردم، ما داریم میکنیم دیگه. از روسیه که آدم نیاوردن که دست و پا سگ بشکنه، اسید سولفوریک بزنه، بنمیدن به سگا بکشه، نم چه بکنه. ما خودمون هستیم. چه کار میکنی آقا؟ نجسه. آقا این سگ
فی حد ذاته از اون آیت الله العظمایی که نشسته تو بهش اقتدا میکنی و تقلید میکنی و اینا و دروغ میگه و ریا میکنه کلا سر مردم میزنی از اون پاکتره. خیلی عجیبه واقعا، اینطور نبوده وضعیت ما، نگاه ما. اینقدر داستان هست در تاریخ تصوف به خصوص نسبت به سگ، خیلی خیلی داستانهای قشنگ و زیبا هست. یکی از زیباتریناش هم سعدی آورده که خیلی مشهور، همه شما شنیدی، مگر اینکه دیگه سعدی هم نخونده باشیم به عمر دیگه، و قرار ریشکن کنیم این فرهنگ رو دیگه. نه سعدی معلوم هم سنی بوده، بالاخره بریم معلوم این شاید بشه گورش هم خراب کردیم و اینها، دیوانش هم سوزوندیم و اینا، البته مؤثر نیست. میفرماید یکی در بیابان سگی تشنه یافت، برون از رمق در حیاتش نیافت. برون از رمق تنها یه رمق مونده بود، بیرون از یک رمق هیچی نداشت، این سگ داشت میمرد. کله دلف کرد اون پسندیده کیش. این رندی سعدی در این پسندیده کیشه، پسندیده کیش چو حبلی برون بس دستار خیش. میگوید کیش پسندیده ای داشت، دین پسندیده ای داشت، داره تمجید میکنه از کیش اون مرد، اما نمیگوید که چه بود که بود. اون چه میگوید این است که آدمی که داره کیش پسندیده است این کار رو نمیکنه به سگو بزنه یا چه بکنه. کسی که دارای کیش پسند، یعنی روش و آیین و دین پسندیده است، به حیوانات کمک میکنه، اذیت نمیکنه. کله دلف کرد اون پسندیده کیش، چه حبلی بر اون بست دستار خیش. به مردی میان بست و بازو گشاد، سگ ناتوان را کمی آب داد. ببینید این لطافت در کمتر فرهنگی هست، این لطافت که اندیشه که سعدی نمایندگیش میکنه اینجا، باور کنید در کمتر فرهنگی هست. معلمه سعدی، معلمه در واقع بزرگترین شاید معلمان باشد سعدی، معلمان اخلاق و رفتار انسانی. بعد کله دلف کرد اون پسندیده کیش، به تعریض میگوید که احتمالا مسلمان نبود، چون آدم مسلمان بایستی سگ رو نجس بدونه، چه کمکی، چه آبی، چه چیزی. و این سرچشمش آقا یه آدمی بود در مدینه، یه حرف رو زد، از یاد گرفته بود دیگه از کسان دیگه. این بنی کلب داشتیم آقا در دیار عرب، بنی کلب، خود حضرت علی رفته بود از بنی کلب زن گرفته بود، انقدر دوست داشتن. و یک فصل مشبعی از اوستا استاد پور داوود به ترجمه آورده است در باب سگ و وفای سگ و کمک هایی که به انسان میکنه. اگر که ما در واقع رحم نداشته باشیم، این بیرحمی بدترین رذیلت هاست واقعا که داریم، آدمی را بره هیچ رحمی نداشته باشیم به حیوانات، به طبیعت، به آدم ها. آدم بیرحم که آدم نیست، که اسمش آدمه. ترحم خیلی مهمه، حس همدردی بسیار بسیار اهمیت داره در نشان دادن اون کاراکتر، به این به قول اینجا یا شخصیت. اون کاراکتر، شخصیت معنی کاراکتر نیست، ما لغت هم نداریم برابرش، بعضی این لغات رو با خودش به کار ببریم. در نشان دادن به قول اینجا یا کاراکتر یک ملت، این ملت داره چه کاراکتری است،
بگیری اسید بزنی نمیدونم تو رگ سگ نمیدونم را بیفتی هر جا از اسلحه دست بگیری بکشی بندازی بری. خب این همه سرمایه که داره میره برای پشتیبانی نمیدونم فلسطین و دشمنی با اسرائیل و این داستانهایی که همه میدانید از بس گفتن دیگه نخنما شده، اینا رو خرج ساختن تأسیساتی میشه کرد در مملکت، این ماجراها رو براش قانونی وضع بشه که به یک تحت یک ضوابطی در بیاد که حیوانات هم زج نکشن رنج نکشن مردم هم دوچار زحمت حیوانات نباشه. اما اصلا مگه حیوانات قابلن که حالا رژیم اسلامی حالا قانون هم بگذاره؟ خب اجازه بدید بریم و برگردیم، یکی دو خاطره من دارم از رفتار مردم هند و بعد یک نموداری هست نشون بدیم در جهان کدوم کشورها ترحم هست و رفتار نیک هست با حیوانات، در کجا بیرحمی هست. در جهان بعض فرهنگ ها بسیار بیرحم هستند در حق حیوانات. متاسفانه عرض کنم که بعض کشورهای اروپایی هنوز هم همین کار انجام میدن. هلند به عنوان مثال یکی از اونهاست. به تصویر خانمی رو دیدم که سگا رو میکشه، مثلا پوستش یکم میکشه عقب عکس میندازه، به عنوان چیز هنری تلقی میکنه، باور کردنی نیست همچین کارهایی. یونانی ها بسیار بیرحم هستن در حق در حیوانات. شنیدم که بعضی کشورهای اروپای شرقی، استرالیا هم وضع درستی نداره در بسیاری گزارش ها، ژاپنی ها بدترین هستن اساسا در فرهنگ ژاپن. فکر میکنم که فرهنگ خیلی محترمی نباید باشه که ما بشیم ازش تعریف کنیم، یعنی عمقی داشته باشه اینا، نه یه جوری به طبیعت نگاه میکنن که اصلا ما نمیتونیم بفهمیم. خیال میکنن که این حیوانات حق اصلا ندارن زندگی کنن، اصلا حق حیات ندارن اینها. حالا ذهن ایرانی نشسته سعدی میگوید وقتی که این مثلا بلبل میخواند یا این مرغ میخواند دارد ذکر خدا میکند، نمیدونم چی داستانهای عرفانی خیلی لطیف و خیلی پر از عاطفت در باب در واقع حیوانات و سکناتشون و رفتارشون و صداشون، اینها ایرانی‌ها گفتن این ناشی از در واقع طبیعت انسانی ایرانی است. ژاپنی جماعت هیچ ترحمی نداره در باب حیوانات. در جنگ دوم هم رفتارشون با اسرا بی اندازه غیر انسانی بود و بی اندازه عرض شود که بی رحمانه بود. از جمله این که اتفاقا این مطلب رو در این کتاب از آتن تا هیروشیما من دیدم بایستی آورد، سربازایی که اسیر میکردن آمریکایی و غیره اینا رو میآوردن آزمایش پزشکی میکردن زنده زنده بدون بیهوشی، و یه آقای میومد یه کار دستشو سرباز بیچاره، سرباز که تقصیر نداره، که سرباز به امر بالاتر به مملکتش فرستادن جنگ. حالا به هر صورت البته در آمریکا سرباز بگیری و اجبار نیست، که کسی میری با میل خودش میره، ولی بر صورت سربازه. حالا میخوابوندن و یه آقای میمد و چیزش بسته بود و آقای پزشکی و میگو خب ما میخوایم امروز در باب روده و در باب مثلا قلب و نمیدونم جگر امروز تحقیق کنیم، بیارید. آدم زنده رو اولا داره نگاه میکنه به بقیه، کار نمیکنه شکمش پاره میکرد تا اون بالا، در دهن اینا بسته بودن. دانشجوها پزشکی دانشگاه توکیو هم مثلا آورده بودن، اونا هم دم دهناشون بسته سفید پوشیده در قلم و دفتر به علمشون اضافه بشه. خب حالا روده‌هاش میکشیم بیرون، روده میکشید بیرون، نمیدونم بعد چاقو مینداخت مثلا قلبشو پاره میکرد، در میو میذاش رو میز میگه ببینین این تو مثلا یه دقیقه میزنه اینا میگم خیلی بیره، بسیار بیره. کره یا همچنین کره شمالی ها به خصوص، حالا کره جنوبی ها به خاطر در جهان با ارتباط رسن و به خاطر اقتصادشون اینا یه ذره تغییر کردن.
اینها برای مثلا پیکنیک یه سگ بیچاره رو میبرن با چماق میفتن به جونش، سگ زنده میزننش تا بمیره که گوشتش نرم و لطیف بشه و کبابش خوشمزه در بیاد. اینا ما تنها نیستیم در آزار حیوانات، اما ننگ اون تاریخ خواهد بود با اون داستانهایی که ما داریم، با اون معنویتی که در آثار بزرگان ما هست و در این فرهنگ هست. من فکر میکنم به ازای یک نفر که سگ‌کشی میکنه و آزار و اذیت میکنه، 10 نفر در ایران هستن که منزجر هستن از این حرکات و کارهایی که میشه در باری. لطفا این نقشه دنیا رو نشون بدید. خب ببینید، رنگ هرچه پررنگتر رفتار با حیوانات بهتر و هرچه کم رنگتر بدتر. ببینید از A شروع میشه، B C D E F G. اگه نیک بنگرید G رنگ ما ایران G. ببینید بدترین در دنیاست، بدترین در دنیاست. دارم نگاه میکنم ببینم که کجا هم رنگ ما هست. میبینیم که از روسیه هم پایین تریم، چینی ها بهتر هستن. هندوستان رو ببینید، پررنگ رفتارش، یعنی پررنگ رفتارش با حیواناتش درسته. و آمریکای شمالی هست، در اروپا انگلستان به نظر میاد از همه بایستی بهتر باشه اونجا. بله این اروپاست. بله و بعضی بخش‌های اروپا رنگاشون با هم فرق میکنن. ترکیه جز بداست. ببینید کم رنگ، بله کم رنگ هست. و همونطور که عرض کردم ایران ببینید بر بعضی کشورهای دیگه که اصلا نیستن، یعنی آماری نیست، معلوم نیست که اونا دارن با حیواناتشون چی کار میکنن، اما اونایی که هست نشون میده اینجا از A تا جی ما ماشالله آخریم، در این کارم آخریم. یه وقتی یه سبزواری رفت هیزم بخره، هیزم کشان و هیزم فروشان بیچاره میرفتن با خر خورشون صحرا هیزم میکندن، چیزای سوختنی میآوردن. عبید زاکانی آورده این رو. خب سبزوار محل تشیعه، همه اسما اینها از 4 تا بی خارج نیست. درود بر هموطنان عزیز سبزواریم، حسن، حسن حسین هست و علی هست، حسن دوباره حسن حسین و علی 85% از جمله شهرهایی که تشیع درش خیلی 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 عمیق هست. و سبزوار، سبزواری رفت، این داستان هم که دری باوردن به سبزوار مربوط میشه. داستان هر سبت که خوارزمشاه که مولانا آورده گفت که اونجا رو گرفت، گفت شما مسلمان هستین؟ گفتن بله البته. گفت یه ابوبکر به من نشون بدین. اگه شما مسلمان نیستین، خب ابوبکر صدیق یار رسول یار قار، اشاره قرآن هم بهش اشاره رفته. اینها یه ابوبکر پیدا نکردن، توی رهگذر بیچاره توی خرابه پیدا کردن. حالا بگذاریم، دم دروازه هیزم بخره، دید یه هیزم کش داره میاد، خرش بار کرده و الاغش و اینا. بابا سلام علیکم و سلام علیکم اینها. که البته این حالا این مسئله عبید در تضاد میفته با حرف مولانا، ولی عبید مقصودی داشته از این کار. گفت که اسمت چیه تو؟ گفت من اسم ابوبکر. با خودش گفت فلان فلان شده ابوبکر. هیزم میخواد؟ گفت نه من هیزم لازم ندارم. بعدی اومد گفت تو سلام اسمت چیه؟ گفت من عمر. دوتا دریوری هم خودش نثار آقا کرد. بعدی چی؟ خب کیو داریم؟ عثمان. گفت اسمت چیه؟ گفت عثمان.
البته هیچ موقع عثمان تو سبزوار نبود، یاد باشه، مولانا هم درست میگه. آخری آمد گفت سلام علیکم، اصلا گفت اسمت چیه؟ گفت علی. گفت قربانت برم یا علی که در هیزم کشی هم چهارمی بابا. حالا داستان ما در رفتار با حیوانات آخریم، الحمدلله رب العالمین عالمین آخریم. در بیکاری نزدیک به آخری، در تولید اقتصادی و رشد درآمد سرانه ملی نمیدونم اون طرف های آخری، در همه چیز. به چه دلیل؟ از برکات حکومت، از برکات حکومت، از جبر و زوریه که این آدمای جاهل نادان و سفی و ستمگر و بیشعور واقعا اینا برکات اوناست، برکات ذهنیت اینهاست. چطور میشه ملتی تک به تک شما با ایرانی ها صحبت کنید آقا متین، دانا، بصیر، دقیق، در هر جامعه پا میگذارن جز بهترین ها هستن، نمیگم بهترین هم چون مویسر نیست چنین چیزی، درجه اول، در صفحه اول، در مملکت خودمون، چون همه پتانسیل ها، همه ظرفیت ها رو دیکتاتوری خراب میکنه آقا، تمام ظرفیت های انسان رو از بین میبره، نمیذاره کسی رشد بکنه. اینجا پاش که به اینجا میرسه یا فرض کنید به اروپا میرسه، محیط آماده است برای رشد، این است که بچه ها رشد میکنن، تمام آدم هایی که آمدن بیرون بچه هاشون هزار برابر پدرانشون رشد کردن و مقام یافتن. گرفتاری ما گرفتاری. بگریم سر داستان حیوانات، از شبت که ما در هند بودیم سر یه چهارراهی، خیلی من فیلم دارم و مصاحبه دارم و عرض کنم که عکس زیاد که اینا چندین حلقه فیلم هست که باید اینا رو من گذاشتم یه جایی ظاهر کنم بیارم خدمتتون نشون بدم. این موضوعی که میگم عکسش دارم. یه بابای هندی چیز داشت، فروشگاهی داشت، بقالی. خب بقیه دکونام بودن، این سر چهارراهی بود، ما منتظر دوستی بودیم. این آقا جلو مغازه هفتش گونی برنج باسماتی چیده بود و پر گنجش، گنجشکا داشتم میخوردم. من اینجوری دست زدم، گنجشکا پریدن، نه یکی دو تا، صد تا، نمیدونم چند تا بودن واقعا. وقتی به درخت نشستن درخت پر گنجش. گفتم آقا شما چرا نشستی اینجا داری این گنجشکا میخورن این سرمایه تو؟ گفت حق خودشونو میخورن، حق خودشون میخواد. یعنی نه تنها ذهنیت آدم هندو معتقد به این است که گنجش حق حیات داره، این حق رو هم بهش میره که بیا برنجاشو بخوره. دوباره ما استادیم و ساکت شدیم، دو کلمه حرف زدن، دو گنجشکا برگشتن شروع کردن خوردن برنج، چیز گنجشکا، این برنجای این بابا. من تعجب کردم، خب اگه من بودم اونجا نشسته بودم فروشنده بودم ابدا نمیذاشتم گنجشکی بیاد بخوره، چون اینا اونطوری که من دیدم اینا نمیدونم دقیقه نیم کیلو برنج بخوره میخوردن. و یه داستان قشنگ هست در تاریخ هند، پادشاه بزرگ آشوکا رو ببینید پیدا میکنید، تصویرش نشون بدیم، نقاشی هاشو در زمان اشکانیان میزیسته این شاه هندی آشوکا، خیلی مورد احترام، فیلم های بسیاری هم ازش ساختن سینماگران هند که دوباره من بهش اشاره کردم، شایدم بیشتر چون خیلی مهم بوده. این آقا جنگجو بود و در واقع بسیارم جنرال خوبی بود فلان، یه روز در میدان جنگ میگشت کشته ها رو نگاه میکرد، اینها یک مرتبه گفت
نتیجه این کار چی شد؟ حالا ما اینا رو کشتیم، یعنی چی؟ خشونت و کشتار به طور کل برگشته بود. هر سبت که حالا نمیدونم با این بودا برگشت، بودایی بود یا اصلا بودایی شد یا اینکه هندو بود، اینا باید نگاه کنم، بکنم هندو بود. خب این دیگه تصویر ذهن نقاش این رو ساخته، نشون به همین هم نشون بدین. خب اینا نقاش ها این شکل بیشتر شکل خانوم هاست تا شکل آقایون، واسه ظرافت به خرج بده. یک آدمی که جنرال هست و شمشیر زن هست این شکلی نمیشه. حالا این آقا آمد و اونقدر پیش رفت در این داستان که بیمارستان ها ساخت در حمایت از حیوانات با پزشک و تشکیلات، خوک زخمی، یک سگ زخمی بیچاره، یک گربه، یک چیزی، اینا که در کوچه پس کوچه افتاده بودن میبردن اونجا میبستن، زخمشون رو خوب میکردن، درست میکردن. هندم برای همه جا بود، هنوزم هست. بعد اینا یه معاهده قرار شد ببندن با یکی از پادشاهان ایران، معاهده سیاسی و تجاری بود. اونجا در قرارداد آورده بود به امر آشوکا که ما این قرارداد رو با شما میبندیم و بند ششمش بایستی یا مثلا دهمش و صدمش این باشد که شما همین بیمارستان ها رو بسازید و از حیواناتتون نگهداری و صیانت کنید و ایران پذیرفته و این کار انجام شده. باری خواستم به این مطلب اشاره داشته باشم که اونجا خیلی عجیب هست که شما اسلحه دست بگیری بگی کجا داری میگم دارم شکار. چند تا برادران مسلمان با من دوست بودن، دوست شدن، یعنی بی اندازه مسلمانان هند گرم و نازنین و نمیدونین به قول بعضی کسان با معرفت و با محبت هستن. اینا این فرهنگ هندی هم درشون تأثیر داشته. اینا خیلی خیلی ما نعیم اسمش بود، نعیم ما رو برد با دست ما رو کشید از خیابون برد امشب شما مهمان ما هست. باید میدونیم خیلی گوشت خوشمزه است، تو هند اصلا گوشت پیدا نمیشه. بعد پرسیدم اینا، گفت که ما دیشب رفتیم شکار. نعیم باباشون هم حاجی بود، خیلی دوستش حاجیش گفته بشه، حاج نمیدونم چی، گفت که دیشب ما رفتیم شکار. گفتم که تفنگت کو، بیار ببینم. یه دلولی بود که نمیشد بلندش کنی، اینقدر بد بود این تفنگ. بعد پوسپو، یعنی اساس چخماق و سرپر، باروت می‌ریزی و بعد یه چیزای دیگه هم می‌ریزن. خود دیدم هندی‌ها تفنگش پر می‌کنه، ببخشید قازورات گاو می‌ریزه روی باروت سمبه می‌کنه، بعد یکم بیشتر دوباره سمبه می‌کنه، بعدش هم یه گلوله گردی پوست پر، تفنگای پوست پر، یعنی از دهن پر میشه، پوزپر بوده در واقع فکر میکنم. اینو میپیشن لایه یه کتانی که با فشار وارد بشه که بعد با فشارم خارج بشه، این بارود از بغلش رد باری با اینجور تفنگ ها. یه ماش ساشمه میریزن، گفتم چی کجا رو؟ گفت دیشب رفتیم با تو این بیابون ها قاچاق، و اگه بگیرن شیش ماه زندانیش حتمیه، تفنگمونم میگیرن. اینا ما رفتیم یا باشکی اینا یه آهو شکار کردیم آوردیم، حالا داریم نوش جام میکنیم. گفتم عجب. بعد دیدم یک کتابی نوشته اون شازده که یه بارم چیز کردم، که این آقا شده بوده رئیس نمیدونم شکاربانی مملکت محیط زیست، آقای فیروز از تبار فرمان فرما، حتما شازده محترمی هم هست، حتما آدم خوبی هم هست، ولی ذوق ایشونی بوده که بره حیوانات رو بکشه، نه تنها در ایران، دنبال اون شاپور عبدالرضا.
از تهران به آلاسکا نمیدونم به آفریقا به اروپا نمیدونم مغولستان چه حضی هم میکنه، چهار تا نمیدونم قوچ امروز من کشتم نمیدونم فلان در فلان کوههای ایران. آقا شما که حیوان کش بودین چه حیوانی دارین؟ چه حیوان، چه حمایتی از حیوان میکردی بابا جان؟ هر چیزی انگیزه داره، کسی که خودش دنبالی بگرده که بلندترین شاخو پیدا کنه. میگوید یک روز هم من بودم و نمکی رحیمی نمکی تو ماشین با شاپور داشتیم میرفتیم، شاپور عبدالرضا خب خیلی به دربارم کاری نداشت اینا، ولی خب رئیس چکاربانی مملکت بود، تفنگش هم دستش بود، ببینه کجای شاخ دراز پیدا میکنه حیوانه بکشه برداره بره لندن نشون بده. گفت این تو کتابشه. داشتیم میرفتیم و اینا، من جرأت کردم و گفتم این منطقه بایستی که حفاظت شده بشه. گفت ایشون فرمودن که خیلی بزرگه و درد سرزا. آقای رحیمی، نمیدونم رحیمی هست یا نه، حالا باید کتاب میارم خدمت. گفت که اما والا حضرت اگر این منطقه چیز بشه بعد گوزنهای بوجود بیاد شاخهای خیلی دراز و خوب. ایشون موافقت فرمودن. حالا اگر انگیزه حفاظت از یک منطقه این باشه که هر گوزن شاخش بلندی بریم بکشیم برداریم بندازیم به کلوم ببریم لندن، خب اون دیگه کارش با کریم الکاتبینه. حالا باز اون روز یه چیزی بود، یه قانونی بود، یه زندگی بود. حالا که یه قربونش برم دیگه، برای نیم کیلو گوشت هر شبت که ممکن خواهد که هر روز تفنگش رو کولشه ببینه کجا آهوها مملکت رو میکشن و قوچا و خیلی حیوانات زیبا داشته ایران. آقا در دنیا کم نظیر بوده، از ببر بگیرید تا پلنگای ایران و یوز ایران و این همه آهوهای رنگارنگ و گوزنا و قوچ و میش و پازن و اینا توی کوها پر بوده، پر. حالا دیگه نایاب شده. بعد از چیز اسلامی که از برکاتش واقعا دنیا از ثبت که مستفید شده، دیگه به ندرت یه قوچو میشه یه جای پیدا کنی. هر جاهلی یه تفنگ آشغالی دستش افتاده تو این کوه کشتن حیوانات، شکاربان، بله شکاربان داریم، شکاربان بیاد 5 تومن بهش میدن، 5000 تومن بهش میدن. یا این که این پسر آخوند فلانیه، هر چیز خوب مال آخونده و پسرش دیگه. در ایران نمیدونم 8 تا 10 سال جنگ بود، شنیدید که یه آخوند یا یه پسر یه آخوند بره و مجروح بشه یا کشته بشه؟ نشنیدید که پسر آخوند کجاست؟ در لندنه. باری پسر آخونده، آقا آخوند فلانی، این کیه؟ این باباش برام چیز من گواهینامه رانندگی گرفته بره 4 تا آهو همین بکشه. اون یکی کیه؟ اون بابا پاپسن چیز دیگه، این سر چیز سردار فلان، همون آدم کش معروف، آقا در کردستان 3000 نفر در کردستان کشته باباش، حالا تو نمیخوای 4 تا آهو هم پسرش بکنه؟ و بفرمایید آقا اینم شکاربانی در ایرانه. در منطقه ما موته هر شبت که بودن چند نفری تفنگ داشتن تو این شهر گلپایگان، یه آقای عبدالله قفاری داشتیم و یه هوشنگ داشتیم، یه حمیدی داشتیم، اینا تفنگایی داشتن اینا. مرتب میرفتن شبا با نورافکن آهوی بدبختی بیچاره رو میکشتن و میوردن و میخوردن و کباب میکردن و حض میکردن و فردا میرفتن، تا اینکه یه استوار فرستادن اونجا، استوار حسینی. این استوار حسینی نماینده خاص سپهبد بختیار بود، تو این کتابش هم آورده، ما خیلی ممنونیم، اطلاعات خوبی در این کتاب هست، زمینه که من نقد میکنم. این آقا دست به تفنگ بود، حیوانات میکشته. از اومد اونجا یه برجی ساخت در این بیابانهای موته، یه آدم با دوربین گذاشت اونجا، همه در رفتن، آقا الفرار، الفرار به مالایتاق من سنن المرسلین، فرار کردن. این آهو بدبخت جون گرفتن اینا. بعد که بختیار رو میگه مغضوب شد و رفت اینا، مثل که استوارستانی هم رفت از اونجا، بسیار سخت گرفته بود که شکار نشه اونجا، آهو رو نکشن اونجا.
امروز دیگه نمیدونم چگونه است. ما نشنیدیم که اصلا آهویی باشه در اون کل منطقه موته، گله گله بود. خود گرامی، امروز ما به جمهوری اسلامی و اسلام عزیز کاری نداشتیم تا حالا، از ایراد از خود ماست. بعض اوقات بایستی خودمان این مسئولیت آخه قبول کنیم که نمیشه که همش این گردن اون باز. ما چی کاره هستیم؟ اگه این کارهای میشه با ما میکنن و تو سر ما میزنن و آدم اعدام میکنن و در واقع زیر پا گذاشتن حقوق بشر اینها به دنجا رسیدن که روزی 3 نفر به طور متوسط رو میکشن به دار و ما ساکت هستیم، این گردن ماست. بعد پا میشیم برای حسین مظلوم سینه میکوبیم. آقا برو برای خود سینه بکن مرد حسابی. یه یزید ما داشتیم، یه ابن زیاد داشتیم اونجا، یه یزید داشتیم، یه شمر. اقلا میتونم بگم 5000 تا شمر تو ایران الان هست. ابن زیاد چند تاست؟ ده ها، صد ها ابن زیاد و صد ها یزید تو ایران هست. 1000 بار از یزید بدتر. بابا یزید حالا یک گندکاری کرد، کار خیلی بدی بود، اونم نمیخواست اینو بکشه. اون ابن زیاد این کار کرد، کشت. من نگفتم که، خودش گفت، من نگفتم شما رو اینا رو بکشن. این مردی کشته پسر مرجانه. این همه ابن زیاد زنده بغل دستته، تو داری میری لعنت میکنی با ابن زیاد. شعری داره بهار، تو همین داستان رو آورده، اینو میرم خدمت رو میخونم، ملک و شعرا بهار. یزید هستش بابا، یزید یه چیزی هم داشت بابا، یه لطافتی هم داشت، دو سه تا سگ آورده بود نگهداری میکرد. اینا گفتن باز با شهر ما انور محمدی، اصلا داستان از همینجا شد که یزید، که یزید شدنش و سخت گرفتنش از اونجا شد که چند تا سگ داشت. شعرم میگفت، موسیقی دانارم میآورد اونجا، اعزاز میکرد، اکرام میکرد و پول بهشون میداد. اینا چند نفر اومدن از مدینه، اینا جز اصحاب بودن و فلان و اینا، اومدن و خدمت خلیفه دیگه، خلیفه مسلمین. منتها درجه به اینها احترام کرد و پول بسیاری هم به اینها داد. خودش هم آمد تا چند کیلومتر اینا رو بدرقه کرد، رفتن. گفتن این ملعون سگ نگهداری میکنه و شنیدیم که عرض کنم با قنا هم گوش میکنه و شلوغ کردن. آقا چه شلوغی! این یزیدم آدم فرستاده، اینا گفت برو با اینا صحبت کن، نباید همه رو بکش. خلاصه به سنت رسول و برابر شرع انور محمدی 3 روز و 3 شب مدینه رو غارت میکردن و به زنا تجاوز میکردن و جمعی اصحابی که زنده بودن تا زمان یزید اونا اونجا کشتن به سنت محمدی. خود امام حسین هم به سنت جدش کشتن آقا، یعنی انقلاب علیه حکومت اسلامی که بکنه طاغیه و کنچارش هم مرگ دیگه. آیین جنگش هم که ایشون گذاشته بود که یعنی مردا رو بکشید، جوانترها رو بیارید برده کنید، زنا رو بیارید برده کنید، همین کارم کرد. تازه اینا احترامات کردن و یزید و شرمساری و اینا رو پول و مول داد به حضرت زین العابدین. ایشون یکی از طولانی ترین عمرای ائمه رو داشته، هیچ کس اندازه این امام چهارم عمر نکرده. 83 سال گزارش کردن، یعنی باش میگه این بیمار. ها چه بیماری است که 84 سال عمر میکنه؟ زین العابدین بیمار. کدوم بیمار آقا؟ اون زمان میانگین سنیش از 35 سال بیشتر نبوده، این 80 سال عمر کرده. هر چی هم خواسته زن گرفته، یک روزم دیده نشد گریه کنه و سینه بزنه بر حسین. پسر حسین هم از زین العابدین بیمار، بیمار شده صفتش. بله، ملقب شده است به بیمار. چه بیماری؟ باری برگردیم به این داستان که اسلام سگ رو نجس حساب میکنه، اما نتوانست در ایران زمین این کار رو به انجام برسونه. مردم ایران به خصوص شمالی ها، مازندران و اون ناحیه، اینا امروز هم از سگ ها حمایت میکنن
و علاقمند هستن به این حیوان، با وفاترین حیوانات هست در تمام ایران. اساسا زندگی عشیره‌ای ایران در دوران باستان، به همین جد در اوستا آمده داستان سگ، بدون سگان پاسبان که میسر نبود نگهبانیش، در واقع با احشامشون زندگی میکردن و کشاورزی چیز دیگه نبود که پتروکیمیکال که پتروشیمی که تولید میکردن که بابا جان که اقتصادشون بستگی به این داستان ها داشتن، نیازمند پاسبانی بود از گزند عرض کنم حیوانات دیگه. اینه که سگ به خصوص خیلی مقام داره در اوستا. از دو حیوان نام برده شده که بسیار بسیار به مدنیت انسان، به کمک به انسان کمک کرده. یکی اسب، خیلی خیلی شرح زیبایی رو مرحوم پور داوود ترجمه کرده و توضیح داده، یکی هم سگ. خب هموطنان عزیز و گرامی، فکر کنم برنامه رو همینجا ختم کنیم و از شما خداحافظی کنیم. از سپر سپاسگزارم، از شما بزرگواران که توجه فرمودید بسیار سپاسگزارم. تا برنامه دیگر، درود بر شما. جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.